هوشنگ از انجمن پادشاهی ایران. نام انجمن پادشاهی ایران تبسم هوشنگ. نام انجمن پادشاهی ایران سربلندی فولادوند. فولادوند سربلندی انجمن پادشاهی ایران هست. ادامه بدیم سخن این که ملت ایران در حال حاضر چه باید بکنه. بنشینیم تا دیگانه برای ما در درون میهن ما جمهوری اسلامی رو برداره. خوش به حال شما ملت، خوش به غیرت بی غیرت ملت ایران، ملت بیرگ. فکر نکنم ترسیده. بله، به قول همشهری های ترک زبان شده گرخیده. بله، سرفرازی فراموش کرده. بله، ولی بی غیرت نیست ملت ایران. نمیدونه که باید مبارزه کنه، نمیدونه مبارزه یعنی چی ملت ایران. در طی 1400 سال سلطه بیگانه بر سرزمین ایران، ملت ایران فکر میکنه که مبارزه یعنی بقا، یعنی بقای به هر قیمت. مبارزه یعنی مثلا جان از مهلکه به در بردن. اینطور نیست. مبارزه یعنی از زیر تیغ دشمن در رفتن. مبارزه یعنی دشمن رو سرگرم کردن، بیرنگ کردن، یعنی یا دشمن رو گول زدن. نه، این مبارزه نیست. مبارزه یعنی سربلند ایستادن. مبارزه یعنی زیر بار قوانین ضد انسانی و ضد ارزش نرفتن. مبارزه یعنی معتقد بودن به راستی، به نیکی، به پندار نیک، به گفتار نیک و کردار نیک. مبارزه یعنی این که ملتی سکوت نکنه در مقابل بی‌عدالتی که برش روا میشه. این یعنی مبارزه. مبارزه یعنی ملتی اجازه نده که بیگانه هر سرزمینش حکومت کنه. ملتی کلید خانش رو دست بیگانه نده. زور خودتون و ملت ایران، به قول معروف فولادوند همیشه این سخن رو میگفت، زور خودتون رو به التماس ندید. ملت ایران گوش کنید به حرف هوشنگ. من جامعه شناس هستم، من تاریخ رو میدونم، من فلسفه میدونم، من ادبیات میدونم. گوش بدید به حرف من. گذشته از این، من تخمه بهرام گور هستم. من ترس و پرواز هیچ کس ندارم. این لحظه هستم، لحظه دیگه نیستم. به قول معروف چه میگه، یک موز زهار چرخ هم کنده نمیشه. هوشنگ هست یا نیست؟ از پروایی نیست. سری دارم که ترسی اندرو نه، تنی دارم که پروای سرش نه. گوش بدید به حرف هوشنگ و ملت ایران، زورتون رو به التماس دادید. ملت ایران زورتون رو دادید به التماس و روزانه گریه میکنید برای
یه لقمه نونتون، دعا میخونید، دعای به قول فولادمند حرف خوبی میزد، چی بود اون؟ و این یکادن الذین کفروا گردنتون انداختین، همون که میگه چشماشون رو تکم دیوونه ها رو، محمد تازی رو دیوونه اومد، دیوونه اومد و از لغونه که به ابصار هم و چشماشون رو میلغزونن میگن دیوونه اومد. ملت ایران زورتون رو دادید به حماقت، سربلندیتون رو دادید به حماقت، سرافرازیتون رو دادید به گریه و زاری، زورتون رو به التماس ندید، بلند شید ملت ایران، بلند شید، غیرت کنید، غیرت کنید ملت. کنار هم بایستید و دشمن تاریخی این سرزمین رو از این سرزمین بیرون کنید. همه باید بیان، همه یه گروه های سیاسی که در این سرزمین فکر میکنن میخوان مبارزه کنن، بیایید لاقل یک بار هم به سخن تاریخ ایران گوش بدید، نرید دنبال قوانینی که در جوامع دیگه در واقع ممکنه راهگشای دیگران باشه که نبود. دیدیم هیچ قانونی که بشر بنویسه بخواد، مشکل مسئله اساسی اینه، کسانی که میخوان جامعه بشریت رو با مشکل روبرو بکنن میشینن قانون مینویسن، میشونن راه حل میدن. گوش نکنید ملت ایران، راه حل در تکامل هست. اگر بخواهید قانون رو بشناسید باید پدیده رو باز کنید، جامعه ایران گذشته رو باز کنید، روابط اجتماعی مشخص ایران گذشته رو مورد بررسی قرار بدید و ببینید که سربلندی ملت ایران رو چه چیزی تضمین میکرد. همین آیین ریشه‌ای، آیینی که بر مبنای اون هر کس بیمه بیکاری داره، آیینی که بر مبنای اون هر کس بیمه درمانی داره، آیینی که بر مبنای اون اگر فرزندی پدر و مادرش رو از دست بده خانواده داره، خدمتکار داره، آیینی که هر کس آزاده درش سرمایه گذاری کنه و هر کس آزاده درش کار کنه، آیینی که سرمایه گذار و کسی که و نیروی کار در کنار هم دست به دست هم سرزمینشون رو می سازن، مثل ملت ژاپن، مثل ملت اروپای شمالی، مثل کشورهای اسکاندیناوی. توجه کنید، اینها از ما آموختن، اینها ناقلا هستند، اینا تمام این روابط اجتماعی ما رو می دونن و شما بی‌نواها نشستید تو سرتون میزنید به قول بلادوند گرامی چه میگید؟ هم که زیاد من اصلا نبودم مذهبی، ببینیم چی میگفتن این. باشه، یادم میاد الان براتون میگم. هر شبت که نکنید گدایی، سربلند بایستید، مبارزه کنید، مبارزه برای پیروزی یک ملت، نه مبارزه برای پیروزی یک نفر، نه مبارزه برای پولدار شدن، مبارزه برای بقای یک ملت، بقای یک ملت سربلند، ملت آزادی که یک نمونش رو در زمان محمد رضا شاه آریامهر، این پادشاه از دست رفته و تنهای ایران، دیدید که ایرانی چگونه با قامت بلند در جهان گام میزد، همان گونه که خود محمد رضا شاه موقعی که راه میرفت به ایران سوگند که من لذت میبردم و روزگاری در 18 سالگی گفتم اگر من پسر محمد رضا شاه بودم
ادعای شاهی جهان رو میکردم. حالا که پیر شدیم تا ببینیم که بتونیم مملکتمون رو اگه بتونیم پس بگیریم با یک شاه جوان با درایت برای این سرزمین انتخاب کنیم.